در روزهای اخیر برخی سینماگران ضمن ادعای همدلی با خانواده‌های شهدای پرواز تهران اوکراین از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف دادند. این در حالی است که از میان انصراف دهندگان جمع کثیری هیچ اثری در جشنواره نداشتند و صرفاً از حضور در جشنواره به عنوان تماشاچی انصراف دادند. اما انصراف برخی دیگر که در مقام کارگردان یا بازیگر در جشنواره فیلم دادن، انصرافشان به معنای داوری نشدن توسط اعضای هیئت داوران و دریافت نکردن جایزه از 38مین جشنواره فیلم فجر است. حال سید شهاب حسینی، بازیگر کشورمان که سابقه دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر، نخل طلای کن و خرس نقره جشنواره برلین را در کارنامه خود داراست، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نسبت به انصراف برخی هنرمندان از جشنواره فیلم فجر واکنش نشان داده است. متن این یادداشت بدین شرح است: دوستان، هموطنان، همدردان، مردم رنج دیده و رنج دیده، روحمان آزرده و دلمان شکسته، می دانم. اعتمادمان سلب شده و حال عمومی ما را به این روز درآورده. در همین سرزمین زیستم و چون شما نیک می دانم. اما این را نیز می دانم که روزگار امروز محصول غلبه همیشگی احساسات بر عقل و منطق ما در همه ادوار تاریخ و در همه سطوح اجتماعی و فرهنگی است. وارث یکی از بزرگترین گنجینه های تاریخ و ادبیات در جهان هستیم، در حالی که در زندگی روزمره ما نهادینه نشده و نمودی ندارد. برخورد احساسی ما درباره آینده شخصی و اجتماعی ما مانع از درخشش آفتاب آگاهی و عقلانیت در زندگی ما شده. تا آنجا که اول عمل می کنیم بعد فکر می کنیم و چه بسیار که فکر نکرده عمل می کنیم. فرمانی در دست احساسات برخواسته از عجله در همه چیز، در تصمیم گیری، قضاوت، اظهار نظر، گرایش و واکنش، وقت آن نرسیده که بیش از پیش از چاشنی تأمل و تفکر و تعقل بهره ببریم. درباره سیاست‌های کلان مملکتی چون از دانش کافی برخوردار نیستم، صاحب نظر هم نیستم و بعید می‌دانم نظر شخصیم تأثیر چندانی بر روند وقایع داشته باشد. هرچند عیان است نسبت به دو دهه قبل بیشتر از غلبه احساسات بر منطق رنج می‌بریم. اما در حیطه حرفه‌ای خود گاهی ناگزیر از ذکر مطالبی هستم. در احوالات مواج و گلالود کم نیستن موج سواران و ماهیگیران آب گلالود. با عشق و ارادت به تمامی خانواده های داغدار وقایع اخیر، به خصوص اروجیان هواپیمای مسافربری، لازم به ذکر می دانم سقوط سهمگین دیگری تهدیدمان می کند و آن سقوط از مرز استانداردهای رفتاری در جامعه است که این روزها در انواع مختلف شاهد آن هستیم. از صفحه تلویزیون گرفته تا سطح و عمق جامعه در فضاهای حقیقی و مجازی. دوستان، شاید در حال حاضر شرایط فعلی متناسب این مطلب نباشد، اما عملکرد تعدادی از همکاران که بعضن در پشت آن انگیزه های شخصی فراوان موج می زند، این واکنش را طلب می کند. جشنواره فیلم فجر جدای از نام و مناسبت برگزاری آن، به لحاظ تکنیکی همواره تنها جشنواره رسمی کشور تلقی می شده که شاید کلیه سیاست های سینمایی سال بعد از خود را اهم از نوبت اکران آثار، سیاست های تولید، روش و خط مشی سینما را رقم می زده و از این بابت همواره مورد توجه سینماگران در بخش‌های مختلف و محلی جهت ارائه، کشف، رشد و پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای قلمداد می‌شده. لذا حضور در آن همواره برای فیلمسازان داخلی حائز اهمیت بوده. هر ساله هم شاهد استقبال گسترده مردم و خواسته مخاطبین سینما بوده و طی سالهایی که از آن گذشته رقم زننده بخش قابل توجهی از تاریخ سینمای ایران بوده که مسلماً مانند بسیاری جشنواره‌های دیگر در دنیا متولیان دولتی داشته. حال تعدادی از همکاران بنای اعلام انصراف از جشنواره گذاشتند. با احترام به تصمیم شخصی آنان نسبت به آن نقدی دارم که عرض می کنم.
اولا این حرکت دامن زدن به افتراق جامعه شکن خودی و ناخودی است و این در حالی است که جامعه و مردم بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و دلداری یکدیگر نیازمندند. این رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران و مخاطبینش نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند که به صلاح هیچ کس نیست. و این تصور که کسانی که ترجیح به انصراف می دهند همدرد و شریک حال مردم و جامعه نیستند و موضعی مغایر با مردم دارند سخت اشتباه است. حق یک فیلم با تمام مشقات و مشکلاتی که در راه ساخته شدن دارد هست که دیده شود و در مناسبتی رسمی مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع از بابت انگیزه تمامی عوامل یک فیلم با سرنوشت هنر سینمای کشور ارتباط مستقیم دارد. چه بسا که طی دهه‌های گذشته چنانچه نیمه تمرکز سیاسی و نظامی کشور را اگر صرف ساختن فرهنگ سینما به قدرت هماوردی با هالیوود می‌کردیم، شاید امروزه با تکیه بر غنای تاریخی و فرهنگی و ایمانی که از آن برخورداریم نیمی از جهان را به مرام و آیین خیش درآورده بودیم بماند. در نهایت قربانی شدن فرهنگ و هنر هم دست کمی از دیگر فجایع ندارد. دوم اینکه این جشنواره تماماً امکان بدل شدن به یادواره‌ای برای تقدیم شدن آثار به از دست رفتگان مدت اخیر و زنده نگه داشتن یاد آنها را داراست و تریبونی برای بیان رسای احساسات و همدردی با دردمندان، یادواره‌ای که رنگ و بوی یاران از دست رفته را به خود بگیرد و تبدیل به مراسمی برای گرامی داشت و زنده نگه داشتن شکوه یادشان باشد. لذا این بنده کوچک بدین وسیله این حرکت را تایید نمی کنم و آن را گامی در جهت همدردی تلقی نمی نمایم. هنر و فرهنگ حق مردم هر سرزمین است و در هر محفلی و تحت هر عنوانی که مجال بروز و ظهور پیدا کند تأثیرگذار جامعه خیش خواهد بود. ای کاش نیت‌های من هم خالص باشد و بنا به صلاح شخصی خود فیلم مثل ترس از برخورد تحقیرآمیز مخاطب با فیلممان به سیاق و روال ادوار گذشته پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم. اوست یگانه حی و حاضر و ناظر، هم قصه نانموده داند هم نامه نانوشته خواند. پس از انتشار این پیام انتقادهای زیادی و حتی فحاشی‌هایی به خود شهاب حسینی و خانواده‌اش شد. پس از این اتفاق شهاب حسینی متن دیگری را به انتشار رساند. شهاب حسینی نوشت: سلام، باز هم سلام، این بار خواسته به همه کسانی که از دیروز بنده را آماج سیل انتقادات، قضاوت‌ها، فحاشی‌ها و نفرین‌ها قرار دادند و حتی به فرزندان بیگناه بنده هم رحم نکردند، در برابر شما ادب می‌کنم و با نگاهی چون لقمان به شما می‌نگرم و پرهیز می‌کنم از آنچه شما انجام دادید. همینقدر که فهمم شد با این خشونتی که در وجود شماست چنانچه در مسند قدرت بودید عمل کردی بهتر از آنچه امروز شاهد هستیم نداشتید. این بار چندمی است که بنده را به دلیل ابراز عقایدم به بدترین شکل مورد عتاب و خطاب قرار می دهید و انگ وابستگی سیاسی به بنده می زنید، در حالی که به یقین نخواهید توانست هیچ گوشه زندگیم که بر کسی به خصوص آنان که بنده را از نزدیک می شناسند پوشیده نیست، کوچکترین ردی از وابستگی سیاسی به هیچ نهاد قدرتی پیدا کنید. به مدد خدای بنده نوازم، بنده ناف ارتزاق اعتباری و اقتصادی زندگیم جز به درگاه رحمتش وصل نیست که وسیله آن را در درون روح و قلبم به ودیعه نهاده. به لطف یار نان بازو می خورم، جز خود رزداق یگانش سر تعظیم و ستایش در برابر هیچ یک از بندگانش در هر منصب و مقامی که باشند فرود نمی آورم که ستایش تنها ذات الهی را سزاست. ارادتمند تمامی انبیا و اولیاء خدا در تمام ادوار تاریخ بشریت هستم، چرا که آنان را نوابق عصر خیش و به مصابه شمع‌هایی می‌دانم که یزدان پاک برای نجات بشر از تاریکی جهل روشن کرد و روشنی آنان را فروغ بخشید. آنان نیز با سوختن خود جهان اطراف خود را روشنی بخشیدند و بیش آنان همواره در تقابل با قدرت‌های زمانه خیش بودند.
قدرت‌هایی که به گواه تاریخ تعدادی از آنان حتی خود را به زینت شریعت دینی آراسته و در ظاهر به مناسک آن عمل می کردند. بنده در نام فامیلم نام کسی را در شناسنامه دارم که خود یگان مظهر ایستادگی در برابر قدرت نامشروع نامطلوب وقت بود. از این بابت عرض کردم که تا جامعه‌ام بداند تا آخر عمر و به هیچ بهایی دست از عقیده قلبی‌ام نخواهم کشید، چرا که جز آن ریسمان امید دیگری ندارم. بنده هم به عنوان یک ایرانی دل در گرو سرزمینم و مردم آن دارم. منتقد بسیاری از موارد و مسائلی هستم که بر سر جامعه‌ام منتقد عدم وجود صبوری لازم برای شنیدن اعتراضات به حق مردم هستم. خود نیز جزی از همین مردمم. چطور می توانیم دم از انصراف بزنیم در حالی که کارهایی در کارنامه خود داریم که بودجه آن مشخصاً از نهادهای قدرت تامین شده؟ این اگر ریاکاری نیست پس چیست؟ کجای کارنامه بنده حقیر چنین کارهایی یافت می شود؟ تنها درباره دو اثر که ممکن است چنین زنی به وجود آورده باشد، همینقدر بگویم که فیلم دل شکسته را تنها به دلیل اینکه سعی داشت برای جوانان علاقمند به حضور در بسیج الگوی رفتاری درستی بر پایه ادب و احترام به افکار مخالف ترسیم کند، با دستمزدی بسیار ناچیز کار کردم و نقش پر افتخار شهید بابایی را به دلیل ارادتم به شهدایی که با نثار جانشان مدافع راحت جان و مال مردمشان بودند، شهدایی که اگر امروز حضور داشتند شاید اوضاع به گونه دیگری بود. کجای کارنامه حقیر تعاملات نزدیک با نهادهای قدرت یافت می شود که این چنین رأی بر وابستگی فکری و عقیدتی بنده می دهید؟